در پی ممانعت پلیس فرودگاه گرجستان از ورود یک زن ایرانی به گرجستان و بازداشت یکی از شهروندان ایران به مدت 20 ساعت بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از شهروندان ایرانی خواست تا اطلاع سانوی شهروندان از سفر به گرجستان خودداری کنند قاسمی با اشاره به اینکه حمایت از حقوق مسلم ایرانی ها سیاست اصلی وزارت امور خارجه در همه نقاط جهان است گفت وزارت امور خارجه هم به صورت مستقیم و هم از طریق سفارتخانه ها حقوق مردم ایران را پیگیری می کند. قاسمی همچنین اظهار داشت فرد بازداشت شده دیپورت شده و به ترکیه بازگردانده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه مراتب اعتراض ایران نسبت به برخورد دولت گرجستان با شهروندان ایرانی به دولت گرجستان ابلاغ شده است از ایرانیان خواست از هر گونه سفر به گرجستان در صورت عدم نیاز و اجبار خودداری کنند تا ایران بتواند در یک سازوکار مشخص چرایی این مشکل و مسائبی که دولت گرجستان برای اتباع ایرانی ایجاد کرده را روشن کند قاسمی همچنین با اشاره به اقدام برخی از ایرانیان در تشکیل گروه های مافیایی و اقدام به خرید ملک و مسکن در گرجستان اظهار داشت این اقدامات غیرقانونی بهانه به دولت گرجستان برای برخورد با ایرانیان را داده است گرجستان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شده است و امکان اخص اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری موجب خروج گسترده سرمایه از ایران و سرمایه گذاری در گرجستان به بهانه اخص اقامت این کشور و بعد هم اخص اقامت اروپا شده است. بنابر گزارش ها ایرانیان در فرایند عقص اقامت مبتنی بر سرمایه گذاری تخلفات زیادی انجام دادند که واکنش دولت گرجستان را به همراه داشته است. انجام تخلف در فرایند سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ایرانیان در مواردی غیر از موارد اعلام شده برای عقص اقامت موجب برخورد پلیس با این سرمایه گذاری ها و در مواردی اخراج شهرمندان ایرانی از این کشور شده است. دولت گرجستان برای تأسیس کارخانه در این کشور علاوه بر اقامت مبالغ هنگفتی وام نیز در اختیار افرادی که اقدام به تأسیس کارخانه کنند قرار می دهد. گزارش ها بسیاری از ایرانیان وام تأسیس کارخانه دریافت کردند اما مبلغ اندکی را به خرید تجهیزات کارخانه اختصاص داده و مابقی را به مصرف خرید ملک در گرجستان رساندند. انجام بازرسی های موردی و کشف این تخلفات اقامت شغلی و سرمایه گذاری بسیاری از شهروندان ایرانی را دچار چالش کرده و دولت گرجستان با برخورد نسبت به این تخلفات اقامت برخی را باطل و بازرسی های و موردی را تشدید کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه دو سال اخیر و با افزایش تبلیغات برای سرمایه گذاری و عقص اقامت در گرجستان که از طریق کانال های و به واسطه دلالان بسیار مورد تشویق قرار دارد تعداد زیادی از شهروندان ایرانی اقدام به مهاجرت کاری و سرمایه ای از ایران کردند و بخش مهمی از سرمایه اقتصادی و انسانی از ایران خارج شده است. که جمهوری اسلامی اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات ارز به کشور را از روز گذشته اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور به گمرکات اجرایی سراسر سر کشور ابلاغ شده است، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با رعایت مقررات بانک مرکزی به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با اعلام این خبر گفته بود دولت واردات ارز و طلا به کشور را آزاد خواهد کرد بسیار بعید است که نظام مالی و پولی ایران نداند ابلاغ این مصوبه ایران را به یکی از مهمترین مفرهای پولشویی در جهان تبدیل خواهد کرد و واردکننده های ارز و طلا با تبدیل پولهای کثیف وارداتی به ملک و سایر کالاهای سرمایه‌ای و حتی حضور در بورس به راحتی خواهند توانست با اقدام به پولشویی پول, پول کثیف را در معاملات غیر تولیدی به جریان میاندازند و با تشدید بحران اقتصادی فساد اقتصادی کشور را نیز تشدید کند این اقدام در حالی که مقام های جمهوری اسلامی به تازگی از گردش مالی هزاران میلیاردی پولشویی در کشور خبر دادند به اعتقاد تحلیلگران خطرناکترین اقدامی است که هر چند هم که نظارت های بانک مرکزی بر ورود خروج ارز به کشور دقیق باشد باز هم بستر مناسبی برای پولشویی در کشور ایجاد خواهد کرد و ایران را در ردیف کشور برای شبیه نیجریه که مکانی امن برای پولشویی است در جهان تبدیل خواهد کرد ضمن اینکه مقررات مقابله با پولشویی در ایران عملیاتی نیست و تلاشهای مجلس ایران برای تصویب لوایح مقابله با پولشویی همچنان به نتیجه نرسیده است و حتی در صورت تصویب هم تا اجرایی شدن لوایح و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابل با پولشویی بستر مناسبی برای پولشویی در کشور فراهم خواهد بود که مصوبه بانک مرکزی میتواند به شدت آن را تسهیل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تناقض های آمریکا در امر سیاست خارجی آن را در عرصه ارتباطات بین المللی سورئالیستی خواند و گفت آمریکا قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند و حتی آن دست از کسانی را که نمی خواهند تحریم های غیرقانونی او را رعایت کنند مجازات می کند. با این حال ایران را در نقض این توافق متهم می کند. ظریف در خصوص تحریم های تکمیلی آمریکا که صادرات نفت ایران را از 5 نوامبر آغاز کرد ادامه داد مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اطلاع داد که واشنگتن کشورهای چین هند، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، یونان، کره جنوبی و تایوان را به طور موقت از این تحریم ها معاف کرد ولی این در حالی است که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا هشدار داد کسانی که بخواهند مکانیزم محدودیت علیه ایران را دور بزنند بلافاصله تحریم خواهند شد واقعیت این است که دولت ترامپ در همه عرصه ها دچار سردرگمی و عدم استراتژی روشن است به گزارش رویترز فدریکا موگرینی روز دوشنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه سازوکار ویژه مالی اروپا به منظور همکاری های مالی با ایران ظرف هفته های آینده اجرا می شود افسود که قادر به ارائه جزئیات این سازوکار نیست اما تصریح کرد که وزرای امور خارجه کشورهای اروپا برای حفظ برجام اجماع دارند دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هجدهم اردیبهشت ماه خروج این کشور از برجام را اعلام کرد و چهاردهم آبان دوره تازه تحریم های علیه ایران را که عمدتا صادرات نفت ایران، صنایع هوایی، کشتیرانی و بانکی را شامل می شود به اجرا گذاشت. سایر کشورهای امضا کننده برجام یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق چند جانبه بین المللی تاکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت با ایران حمایت می کنند. علی متحری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت. اقداماتی مثل تسخیر سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب یا حمله به برخی سفارتخانه ها در سالهای اخیر به نظام ضربه می‌زند. بی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات احساسی و هیجانی گفت این گونه اقدامات تحریک‌آمیز موجب وارد آمدن خساراتی زیادی به نظام می‌شود و برای جبران آن باید منابع زیادی را مصرف کرد. متحری همچنین با انتقاد از گروگانگیری اظهار داشت حتی اگر گفته شود اشغال سفارت به اقتضای شرایط انقلابی صورت پذیرفت اما 444 روز گروگانگیری ضرورتی نداشت و چنین اقدامی موجب شد تا آمریکایی ها چهره شبیه به چهره داعش از انقلاب نشان دهند متحری همچنین با بیان این موضوع که اگر شهید متحری زنده بود اجازه اشغال سفارت آمریکا را نمیداد گفت آیت الله خمینی هم مخالف تسخیر سفارت بود و دستور خروج از آن را داد وی افزود گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا ضربه زیادی به جمهوری اسلامی زده است اقدام خودسرانه دانشجویان پیرو خط امام در اشغال سفارت آمریکا و گروگان گرفتن همه کارکنان سفارت با هدف بازگرداندن محمد رضا پهلوی شاه مخلوق ایران صورت گرفت گروگانگیران که تعدادی از دانشجویان بودند که مورد حمایت آیت الله موسوی خوینی ها نیز قرار داشتند از همان نخستین ساعتهای گروگانگیری اعلام کردند تنها در صورت استرداد محمد رضا پهلوی به ایران گروگانها را آزاد خواهند کرد بعدها اکثر دانشجویان پیرو خط امام از اقدام خود برای اشغال سفارت آمریکا تبری جستند و به منتقد رفتار پیشین خود تبدیل شدند اما پیامدهای این اتفاق همچنان مردم ایران را گرفتار کرده است و روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا که قرار بود پس از وقوع انقلاب همچنان روند عادی خود را طی کند از همان دوران گروگانگیری هنوز به حالت عادی باز نگشته است در پی گروگانگیری سالها مردم ایران از حضور در آمریکا منع شدند و بسیاری از خانواده ها تا چند سال نتوانستند فرزندان خود را در آمریکا ملاقات کنند محمد جواد لاریجانی معاون بینالملل قوه قضایی شامگاه یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی کرمان در تکیه میدان قلع شهر به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران گفت همه ی مدیران دولتی باید بدانند اگر غیر کارآمد عمل کنند در تیم دشمن هستند او خاطر نشان کرد بعضیها دشمنی آمریکا را سطحی می دانند. حقیقت دشمنی آمریکا را باید تبیین کنیم که بصیرت نیاز دارد او پس از اینکه در نطق خود به مسائل و مشکلاتی که مردم امروز روز با آنها مواجه هستند و سختی هایی که شاهد آن هستند به مسئله حقوق بشر پرداخت لاریجانی مسئله حقوق بشر را یک پرچم تلقی کرد که غرب به رهبری آمریکا بر علیه اسلام بلند کرده است و کسانی مدعی حقوق بشر شدند که سرتاپا جنایت هستند و ما باید این پرچم غرب را بشناسیم لاریجانی افزود آنهایی که میگویند مرگ بر آمریکا نگویید دشمنی آمریکا را خوب بررسی نکردند انقلاب اسلامی ایران چهل سال پیش پیروز شد و یک حادثه ی عظیم تاریخی بود محمد جواد لاریجانی در ادامه اما به موضوع برجام اشاره کرد و با ابراز تأسف گفت متأسفانه دولت مردان ما در برجام اشتباه کردند چرا که دشمن از توان هستهی و دستیابی ما به علم هستهی نگران شده بود برجام امروز یک قل و زنجیر شده بر پای توانمندی های جوانان هستهی ایران و به یاری خدا این قل زنجیر کنده خواهد شد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یک فتنه اقتصادی تمام ایار داریم که بر افت کارآمدی شدید در کشور سوار شده است تاکید کرد این فتنه مشابه فتنه سال 88 است اما با این تفاوت که در فتنه 88 مردم را به خیابان کشاندند اما در فتنه جدید اساس بر این گذاشته شد که مردم نان و آب بخواهند و با تحریم اقتصادی و فشار بر مردم آنها را وادار به حضور در خیابان کنند فتنه جدید را به یاری خدا ابتر خواهیم کرد و قوه قضایی توفیقات خوبی در این زمینه داشته است اخیرا تعدادی از مفسدان اقتصادی به سزای عمل خود رسیدند لاریجانی در پایان دوباره به موضوع فتنه اشاره کرد و گفت دشمن در فتنه سال 88 شکست سنگینی خورد و بعد برای این شکست خود تحلیل های زیادی آورد شجاعت رهبری، بصیرت مردم و عمل خوب نیروهای نظامی از جمله سپاه و دستگاه قضایی از جمله تحلیل های دشمن در شکست خودشان در فتنه 88 است دشمن به دنبال احیای منافقین در کشور است و منافقین با داعشی ها هیچ فرقی ندارند و فقط ریش ندارند منافقین هزاران نفر از مردم کشور ما را ترور کردند لاریجانی که خود این سخنان را بیان می کند در مذاکره خصوصی با نیک براون مدیر کل وزارت خارجه انگلستان در سال 1375 گفته بود که اگر خاتمی به قدرت برسد روند ضد غرب در ایران احیا می شود ولی اگر گروه ناطق نوری که اون نماینده وی بود به قدرت برسد روابط با غرب بهبود خواهد یافت گفتنی است اظهارات لاریجانی درباره مجاهدین خلق نیز بیپای است چه اخیرا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی اعلام کرد مجاهدین هیچ پایگاهی در ایران ندارند به گزارش رویترز سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در افتتاحیه 39 نشست شورای همکاری خلیج فارس درباره مسائل مختلف منطقه از جمله بحران سوریه و یمن و فلسطین سخنرانی کرد وی در ابتدای سخنرانی به بحران سوریه اشاره کرد و گفت که بحران سوریه باید از راه سیاسی حل شود او در ادامه در مورد بحران یمن گفت کشورهای عضو اعتلاف عربی به دنبال نجات ملت یمن هستند. ملک سلمان همچنین به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت از جامعه جهانی می خواهیم که مسئولیت خود را در قبال فلسطین بر عهده بگیرند و تلاش می کنیم ملت فلسطین به حق و حقوق مشروع خود برسند. او در بخش دیگری از اظهاراتش ایران را به تهدید کشورهای منطقه متهم کرد و گفت ایران همچنان یک نوع خطر و تهدید برای تعدادی از کشورها محسوب می شود. سباه جابر احمد و سباه امیر کویت که پس از ملک سلمان سخنرانی کرد بر انسجام شورای همکاری و تحقق اهداف کشورهای عضو تاکید و خواستار توقف تبلیغات رسانهای برای کنترل بحران شورای همکاری شد امیر کویت افزود ما امیدواریم که بحران سوریه از راه سیاسی مبتنی بر قوانین بین المللی حل شود وی گفت که روابط کشورش با ایران باید بر مبنای اصولی باشد که سازمان ملل تعریف کرده است که مهمترین آن عدم دخالت در امور کشورهای منطقه است. امیر کویت همچنین به ادامه اختلافات داخلی شورای همکاری خلیج فارس و بحران قطر اشاره کرد و گفت ادامه این اختلافات شورای همکاری را در معرض خطر قرار می دهد و وحدت موازع اعضای آن را با مشکل مواجه می کند. همین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس بدون حضور امیر قطر برگزار شد. امیر قطر با وجود دعوت ملک سلمان از شرکت در این نشست خودداری کرد. اما وزیر مشاور قطر در امور خارجی ریاست هیئت رسمی کشور را عهدهدار بود. به دلیل دستگیری خانم منگ 46 ساله که دختر بنیانگذار هواوی و معاون رئیس امور مالی شرکت هواوی در ونکوور کانادا که یک هفته اخیر را به خاطر عدم صدور قرار وسیقه در زندان سپری کرده قرار است امروز دوشنبه در مورد آزادی به شرط وسیقه وی تصمیم گرفته شود. دادگاه فکر می کند به خاطر تمکن مالی وی ممکن است از کانادا فرار کند ولی وکلایش این استدلال را رد کردند در همین حال معاون ارشد وزیر امور خارجه چین در اعتراض به دستگیری مدیر ارشد مالی هواوی تری برنستاد سفیر آمریکا در پکن را فرا خواند و اعلام نمود که در صورت نیاز اقدامات دیگری ایرانیز نیز انجام خواهد داد گفتنی است منگ در روز شنبه گذشته و بنابر درخواست مقامات آمریکایی به خاطر نقض تحریم های این کشور علیه ایران و فروش تکنولوژی به ایران در ونکوور دستگیر شد. سفیر کانادا در چین روز شنبه ی همین هفته به خاطر دستگیری خانم منگ از سوی وزیر امور خارجه چین فراخوانده شد. گفته می شود که خانم منگ در صورت استرداد به آمریکا با حکم زندان سی ساله روبرو خواهد شد. به گزارش CNN دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مشاجره شدید با چاک شومر و نانسی پولوسی رهبران دموکرات تهدید کرد اگر بودجه درخواستی او برای احداث دیوار مکزیک تصویب نشود او از تعطیل کردن دولت حراسی ندارد شوم رهبر سناتورهای دموکرات و نانسی پولوسی، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان برای گفتگو درباره لایحه موقت بودجه به کاخ سفید رفتند و در حضور دوربین های تلویزیونی برای دقایقی با ترامپ به طور لفظی مجادله کردند. به نظر میرسد ترامپ آمادانی میخواست این مجادله را در مقابل دوربین انجام دهد. مشاجره لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب دموکرات در حالی در گرفت که در آغاز این جلسه ترامپ گفت افتخار بزرگی است که رهبران دموکرات کنگره را در کاخ سفید میزبانی می کند. اما این جلسه که در آن علاوه بر چاکشمر و نانسی پولاسی مایک پنس معاون ترامپ هم حضور داشت خیلی زود تنشالوت شد وقتی که پولسی و شومر به ترامپ گفتند از نظر آنها امکان تصویب نهایی لایحه بودجه درخواستی دولت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد اگر دو جناح بر سر مفاد لایحه به توافق برسند ترامپ تاکید کرد که حاضر است به خاطر تأمین امنیت مرزی با افتخار به تعطیلی دولت تندهد. اگر تا ده روز دیگر سران دموکرات و جمهوری خواه در کنگره بر سر لایحه بودجه موقت دولت به توافق نرسند بخش های از دولت آمریکا به علت قطع بودجه تعطیل خواهد شد ترامپ در این لایحه درخواست چهار میلیارد دلار بودجه برای احداث دیوار و یا ارتقای امنیت مرزی درخواست کرده اما رهبران دموکرات ها که در هر دو مجلس کنگره اقلیت هستند میگویند بودجه درخواستی بسیار بالاست احداث دیوار حائل میان مکزیک و آمریکا یکی از وعده های اصلی دانالد ترامپ در جریان انتخابات سال 2016 بود هرچند او در آن زمان بارها گفته بود که بودجه ساخت این دیوار را دولت مکزیک پرداخت خواهد کرد ساعتی پس از این جلسه نانسی پولوسی و چاک شومر در بیانیه ای مشترک گفتند ما به رئیس جمهوری دو پیشنهاد ارائه کردیم که با قبول هر کدام از آنها کار به تعطیلی دولت نخواهد کشید حالا انتخاب با اوست به گزارش CNN، پلیس شهر استراسبورگ فرانسه سهشنبه شب از تیراندازی در یکی از بازارهای این شهر خبر داد. بر اثر تیراندازی حداقل چهار نفر کشته شدند. این تیراندازی در یکی از بازارهای برپا شده به مناسبت مراسم کریسمس رخ داده است. منابع پلیس فرانسه میگویند که در این حادثه چهار نفر کشته و یازده نفر زخمی شدند. اکنون پلیس به دنبال عاملان این حمله است.